Yes! One last day! They are terrorists! They must go! ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی، وزارت امور خارجه. 320مین روز اکسیون ایرانیان اشرفشان، خانواده اشرفیان در روبروی وزارت امور خارجه. این اکسیون همچنین در راستای حفاظت و حمایت از ساکنین شهر اشرف و خارج کردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی. گزارشگر برنامه ایران اشرف آزادی در واشنگتن. اشرف is in support of mullahs. It is the crime of mullahs. Salvation of Ashraf is in support of mullahs. It is the crime of mullahs. Salvation of Ashraf is in support of mullahs. پهلوان فیلابی، سوالی که از شما داریم، چه احساسی داشتید وقتی تصاویر این زندان لیبرتی رو دیدید؟ واقعیتش این است که شرم‌آور بود برای چند تا سازمان. یکی سازمان ملل متحد که نمایندش اونجاست و میخواد یه عده آدم متمدن رو از یک شهری که خودشون درست کردن به نام اشرف که اصلا سمبول آزادی شده در دنیا، اینو ببرن به جایی که از زندانهای هیتلر هم بدتره. من یک تصویری از لیبرتی دیدم که همراه با یکی از زندانهای هیتلری بود که کلیمی ها رو اونجا برده بودن و بعد همه اونها رو سوزوندن. واقعیتش وقتی که در دنیا قانون ضعیف میشه، وقتی که سازمان ملل میخواد بر علیه به صلاح اون قوانینش کار کنه، نمایندگانش میان اونجا حرف قانون میزنن ولی عملشون غیر قانونیست، احساس خجالت داره واقعا. من به عنوان یک ایرانی از مبارزینم تا آخرین لحظه حمایت میکنم، به دلیل اینکه اینها آدم هایی هستن متمدن، مبارز با شرف. هیچ مهم نیست حتی اگر کمپ لیبرتی هیچی هم نداشته باشه، اینا به مبارزش ادامه میدن، ما هم به مبارزمان ادامه دیم. میبینید در سرما و گرما اشرف نشان ها هستن، ولی واقعا احساس خجالت کردم که وقتی ببینم سفارت آمریکا در اونجا، نمایندگان سفارت آمریکا اونجا هستن و بعد میان یک آفریقایی رو میارن، من نمیگم آفریقایی بده، میارن اونجا و بعد گزارش میده که اینجا خوبه. آیا رفت تور دید؟ آیا رفت دید آب دارن؟ آیا رفت دید اینجا واقعا از نظر زندگی آماده است که مردم 400 نفر آماده رو بیارن اونجا در اونجا جا بدن؟ و الان هم اونجا رو کردن مرکز جاسوسی رژیم خمینی. این مبارزینی هستن که اشرفی ها و این کسانی که الان رفتن کمپ لیبرتی با رژیم خمینی مبارزه دارن. وزارت امور خارجه جمع شدن، حدود 320 روزه که این مقاومت ادامه داره به خاطر بی‌عدالتی که در مورد کمپ اشرف شده. با وجود که اعتراضات خیلی زیادی شده در سطح بین المللی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر سیاسی، ولی متاسفانه دولت مالکی به خاطر اینکه فوق‌العاده تحت تاثیر رژیم خمینی هستش، متاسفانه این بی‌عدالتی همچنان ادامه داره. و همچنان که اطلاع داریم در چند روز گذشته 400 تا از بچه های اشرف و از سرداران ما رو با وجودی که قولهایی که داده بودن که کمپ لیبرتی محل سکونت هستش برای این 400 نفر و گفته بودن که از نظر بهداشت، از نظر وسعتش که برای این 400 نفر کامی باشه،
و خیلی دروغ‌های دیگه سرهم کرده بودن و عکس‌های قلابی نشون داده بودن که همه فکر می‌کردن که مینیمم‌ها رو در اون کمپ برای بچه‌ها دارن، ولی متاسفانه وقتی که بچه‌ها رو به طرف کمپ لیبرتی بردن، با وجودی که اینا خواستن حسن نیت به خرج بدن که ما نیومدیم اینجا که همیشه در اشرف بمونیم، ما برای آزادی مملکتمون اداره داریم مبارزه میکنیم و فرق برای ما نمیکنه که در کجا قرار بگیریم. و خانم رجوی قبول کردن که این 400 نفر برن به کمپ لیبرتی و یونامی به اینا قول داده که از کمپ اشرف اینا رو منتقل بکنن به کشورهایی که اینا رو به عنوان پناهنده سیاسی میپذیره. ما امیدواریم که وزارت امور خارجه و یونایتد نیشن و اتحادیه اروپا به قولایی که دادن در مورد بچه‌های اشرف وفادار بمونن، ولی تا این نقطه در این چند روز ما عکسایی که از کمپ لیبرتی دیدیم واقعا باعث تأسفه و ما احساسمون اینه که یه زندانی برای بچه های اشرف درست کردن اونجا که حتی مینیمم ها رو وجود ندارن. اخیراً هم شنیدیم که مالکی قولایی که به رژیم ایران داده در این حد نبوده که بچه‌های اشرف برن اونجا و از اونجا منتقل بشن به کشورهای دیگه، در حدی قول داده که من کمپ لیبرتی رو به زندان تبدیل میکنم و اینقدر بچه ها رو میخواد تحت فشار قرار بده که این مقاومت اصلا پاشیده بشه. ولی اینو باید بگیم به مالکی و دار دستش، به خامنه‌ای و دار دستش، به احمدی نژاد و تمام مزدورانی که چه در خارج از کشور چه در داخل کشور رژیم جنایتکار خمینی رو دارن حمایت میکنن و این سرداران ما رو تحت فشار قرار دادن، کور خوندن. این مبارزه در هر شرایطی، در سخت‌ترین شرایط که تا حالا بوده و هست و خواهد بود، همچنان ادامه خواهد پیدا کرد و همچنان ما هواداران این مقاومت در خارج از کشور، در داخل کشور و این پایداری و این مقاومت بچه های اشرف درود میفرستیم و در هر زمینه‌ای، در هر شرایطی ما پشتیبان اونا خواهیم بود، بودیم، هستیم و خواهیم بود و تا آخرین نفس در کنار اونا خواهیم بود و این مبارزه رو ادامه میدیم. من فکر نمی کنم حتی بدترین شرایطی که در کمپ لیبرتی وجود داره این مقاومت و مبارزه رو پایه‌هاش رو سست بکنه و میخوام حتی به خانم کلینتون، آقای اوباما، به یونایتد نیشن بگم که بهتره که در کنار مردم ایران قرار بگیرین، بهتره که در کنار این مبارزین و این سرداران قرار بگیرین، چون بالاخره این رژیم جنایتکار رفتنیه و تا حالا هر چقدر به پای میز مذاکره رفتین، خواستین مباشات کنین، دیدین نتیجه ای نداره. بیشتر از این وقتتون رو تلف نکنین، در کنار مردم، در کنار مبارزین قرار بدین و بدانین که این ملت ایران روزی آزاد خواهد شد و بذارین که از شما و دولت شما و ملت شما اینا به خوبی یاد بکنن. ایران بکنید.